ادامه خبرها، ایالات متحده آمریکا 16 چرخبال خریداری شده برای دولت پیشین افغانستان را با اوکراین می‌دهد. یک اداره حکومت ایالات متحده که رویدادهای افغانستان را نظارت می‌کند گفته است که آمریکا 16 هلیکوپتر نظامی را که برای اردوی افغانستان خریداری کرده بود با اوکراین تحویل می‌دهد. این هلیکوپترها نو می 17 بوده و به دلیل اینکه پیلوت‌های قوای هوایی پیشین افغانستان با کاربرد آن آشنایی خوب داشتند، آمریکا آن را از روسیه خریداری کرده بود. در همین رابطه بیشتر بحث میکنم با مهمانان، هر یک آقای محمد ناصر حقانی تحلیلگر مسائل نظامی اینجا در استودیو و همچنان آقای هاشم دانش آگاه روابط بین الملل از ترکیه که از طریق خط سکایپ با ما وصل هستند. مهمانان عزیز را به بحث خوش آمدید میگم. آقای حقانی اجازه بدین در نخست با شما آغاز بکنم. چرا به نظرتان هلیکوپترهای نظامی که یک موضوع قابل توجه در قسمت تجهیزات نظامی میتونه باشه، قبلا هم خریداری شده بود برای اردوی ازبق افغانستان، دوباره به افغانستان تحویل داده نمیشه و تمامی موارد خریداری شده ای که به نام افغانستان بود به نحو دوباره از افغانستان گرفته میشه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، اول از همه برای احمدی صاحب شما مهمان عزیز و برای تمام بیننده هایتان سلام و احترامات خود عرض میدارم. بعدن درباره از یکی امریکا در یک اقدام تازهشان سرمایه یا بیت المال افغانستان را باز تقریبا که بیت المال به خاطر از یاب بگیم که پیش برای حکومت گذشته گرفته شده بودن، برای نیروهای هوایی حکومت گذشته جمهوریت، او وقتی که آمده وارد تقریبا استفاده شده بودن، بعد از یکی فکر میکنم به خاطر عوارض جانبی و یک تکنیکی به اوکراین برده شده بودن به خاطر ترمیم. حال امریکا به خاطر از امیا که از اونو تیاره ها که ساخت روسی هستن و پیلوت های افغان تقریبا مهارت بیشتری در از یاد داره که استفاده ایشان، امریکا ترس از یاد داره که نشه که اینی تیاره ها یعنی در مقابل بالخصوص همسایه ها و غیره، که بر مثال از یا همسایه ها هم ترس از یاد داره که در افغانستان اکثرا اسلحه هایی هستن که اگر چی هوایی باشه چی زمینی باشه پیش ساختی روسیه بودن، که معمولا فوج افغانستان که در حکومت گذشته تشکیل شده بودن مهارت زیاد با اسلحه های روسی داشتن. اسلحه های امریکایی که فعلا در افغانستان قرار دارن ها هم تقریبا مهارت های بیشتر افغان ها با یاد دارن، لیکن نظر بعضیا که یک مرحله بسیار درازی تقریبا از اسلحه های روسی در افغانستان سفری کرده یا تقریبا وقتش تیر شده در افغانستان، نظامی های افغانستان و بالخصوص تمام افغان ها با اسلحه های روسی مهارت زیاد دارن و همسایه ها هم نمیخواه که افغانستان صاحب یک سیستم هوایی باشه، به خاطر از همیا که باز قسمی که اهداف همسایه های افغانستان هستند، آنها اهداف خود دارند که پیشروی در سرحدات افغانستان و غیره و غیره هستند، یا پر مثال میترسه که در آینده کدام تصادمی در بین امارات اسلامی و کشورهای همسایه به وقوع پیوسته نشد، یا هم بالخصوص امریکا از که برای روسیه وقتی که بارها از جانب امارات اسلامی اطمینان داده شده به تمامی کشورهای جهان که قرار نیست تهدید از خاک افغانستان به این کشورها باشه، چرا بازم اعتماد صورت نمیگیره؟ امریکا هیچ گاه سر امارات اسلامی اعتماد نمیکنه، هیچ گاه، یعنی از اول تا یعنی تا آخری و لحظاتی که از افغانستان میبرامدن سر امارات اسلامی یعنی بالخصوص فابند خود، چرا که خودش فابند قوانین وضع شده ای که در بین مذاکرات امارات اسلامی و امریکا در قطر صورت گرفته بودن فابند از یا نبودن، تا آخر اکثر وقتا ما شما می دیدیم که تخطی می کردن. لیکن در اینجا در این اقدام تازهشان یک چیز زیاد هست که روس در اوکراین یک نبرد بسیار خطرناکی وجود شروع کرده و حالا امریکا می خواهد که اسلحه های روسی دست ساخته خود روسیه را در دست اوکراینیا بتکید تا توسط از یا خود روسیه را بکشند. سرتشکر. بله، بازم به شما برمیگردم. آقای دانش شما را به بس خوش آمدید میگم. حالا تحویل دهی هلیکوپترهای نظامی در حال از طرف آمریکا با اوکراین صورت میگیره که در تازه ترین مورد رئیس سی‌آی‌ای دیوید پتریوس میگه که نگران هستند از این که تجهیزات نظامی آمریکا در افغانستان باقی مانده. به نظرتان برنامه آمریکا چه میتونه باشه؟ تشکر جناب احمدی صاحب. نخست از همه سلام و عرض ادب خدمت شما جناب حقانی صاحب، همکارای تخنیکی
و بیننده های محترم شما. اول خویی که هلیکوپترهایی که در ازبکستان بودن جزی از اردوی افغانستان هستند و جزی از ملکیت افغانستان هستند. امریکا صلاحیت ازی را ندارند که اینا را به کشورهای دیگه بده. امریکا اگر همچون عطا بخشی میکنند کوشش کنند که از سلاح‌های و تجهیزاتی که خودشان به میلیاردها میلیارد در سرازیر کرده از اونا برش بده. به این لحاظ هستند که این حالت ها قابل قبول نیست. ولی میایم سر ازی که نگرانیایی که دنیا دارند ایست که در مجموع بحث سر ازی نقطه هستند که سر حکومت امارت اسلامی طالبا یک مقدار اعتماد کشورها همسایه کمتر شده. امارت اسلامی در مدت 7 ماه خود نتوانستند یک فضای اعتماد را به وجود بیارن که در فضای اعتماد ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و حتی ایران احساس بکنن که بر رشد و بر رسمیت شناختن امارت اسلامی کدام خطر بر از اینا متوجه نیست. و این عدم غیر فعال بودن دیپلماسی طالبا منجر به این شد که ازبکستان اعلام کرد که اینا جز ملکیت امریکایی هست و صلاحیتش، تفویض و یا نگهداریش مربوط امریکا است. من نگران از این هستم که مقدار مهمات و تسلیحاتی که در افغانستان هم به جا ماندن امریکایی‌ها به شکلی از اشکال تصمیم تخریبش دارن، به خاطر که اینا اعلان کردن که اضافه تر از 7 میلیارد دلار تجهیزات ما در افغانستان ماندن، در حالی که اینا جز کمک هایی بود که اینا سر افغانستان محاسبه شده بودن و اینا را به جز 4 میلیارد دلاری که از یک اکاونت بیرون میکرد در اکاونت دیگه دزدی میکردن جزی از دزدی های امریکا است که من یقین و باور کامل دارم که ما به تناسب 7 میلیارد فعلا تجهیزات را در افغانستان امریکایی ها نماندن و این یک سروی و یک حساب غلطی است و اینا را هم امریکایی ها از بین میبرند. بحث عمده در ایست آقای احمدی که ما در طول تاریخ وطن دوست و افغانستان دوست نشدیم، ما همیشه علیه دست بیگانه ها شدیم، ما اردوی خود، ارتش خود، نیروی خود به دست خود ویران میکنیم، باز منتظر هستیم که امریکا بر ما. ببینید در مدت 20 سال در سال 4 میلیارد دلار تن سر ساختار اردوی ما مصرف میشد. اگر حکومت های گذشته دزد نمی بودن، چپاولگر نمی بودن، این پول را واقعا سر اردو، سر ظرفیت سازی، سر تسلیحات مصرف میشد، امروز ما در افغانستان صاحب اردوی می بودیم که در سطح منطقه بی نظیر می بودن و این اردو باید حفظ می شد. اردو بله. جز نظام و جز سلطان بحث های گذشته به کنار آقای دایش، در حال آقای دانش چقدر نگرانی وجود داره از همین که مثل چرخبالایی که حالا به گفته شما به نحو بخشیده شد به اوکراین، تعداد از تجهیزات نظامی دیگر افغانستان هم به این شکل به فنا بره؟ ما مطلقا به این نظر هستم که امریکایی ها در صورتی که تفاهم به وجود نیاید، در صورتی که تفاهم نامه دوحه عملی نشود، حکومت طالبا به همین شکل که فعلا هست به همین شکل حالت منزوی داشته باشه، کسی اینا را به رسمیت نشناسه، امریکا به شکلی از آشکال چون تنقاتی اساسی که در اونجا تجهیزات، مهمات و اینا جی پی ایسش به امریکا نقطه به نقطه معلوم است، این هدف را تارگت میکنن، این تجهیزات را تخریب میکنن، از یک طرف به جز سرمایه ملی به پشت افغان ها قید هستن، از طرف دیگه به بانه ای که اینا را ما نمیخوایم به دست طالبا بیفته. بله. چون افغانستان هنوز امن نیست اینا را تخریب بسیار میکنن. تشکر ممنون آقای حقانی. چرا یک فضای اعتماد در سطح بین الملل در حکومت تازه افغانستان با وجود نامد؟ حالا آقای دانشبهی باور هستند که امارت اسلامی در این قسمت ضعیف عمل کرده. احمدی صاحب محترم، احترام به نظر دانش صاحب. تقریبا امارت اسلامی کوشش و سعی نهایی خود میکنه تا مشروعیت بین المللی هم به دست بیارم.
خو در جهان فعلی ما شما اگر ببینیم تقریبا جهان کستک از چشم اقتصاد برای کشورهای دیگر میبینه. اگر اقتصادشان قوی باشه به احترام برشان قائل میشه و اگر اقتصادشان قوی نباشه بعد از یا باز اهمیت زیادی نمیده. یک موضوع، موضوع دومی شیا هست که در اینجا تقریبا در منطقه نزدیک تقریبا در همسایه های افغانستان و در منطقه نزدیک اکثر کشورهای همسایه ما که هست آنها اهداف استخباراتی خود پیش میبره که نمیخواه هیچگاه در افغانستان یک حکومت قوی و مرکزی و یک اردوی قوی وجود داشته باشه، یک نیروی هوایی قوی داشته باشه وجود داشته باشه تا نشه که در آینده خطر از پیشان برشان پیش بیه. از این خاطر تقریبا یعنی در اقدام امریکا فعلی که پر مثال اقدام فعلی امریکا که هستک در یا هم یعنی 100% که یک نظر شاید از همسایه های ما و شما باشه که استخباراتشان یا کلانهایشان از یاد تقریبا برشان گفته شده باشه که پرمثال ما ترسی از یاد داریم که یا در اسلحه های پرمثال بالخصوص اسلحه که یا تجهیزات نظامی هوایی که پرمثال بالخصوص پاکستان و ایران از یاد زیاد ترسی را دارد یا در ازبکستان اینی چیزا در وقتهای آخر تحول امیار اوجا برده شده بودن تاجکستان و ازبکستان که حالا انکار میکنه که پرمثال ما نمیتیمیشانه یا از یا هم فکر میکنم یک پنج تیارهشان در ازبکستان بودن آنها به امریکا تسلیمش کرده. و دیگر موضوعش یاسته که امریکا تقریبا بالخصوص امی خیرات یک چیز دیگه هستن. احمدی صاحب خیرات یک چیز هسته که خیرات همیش ملکیت صاحبشان هستن. اگر بخواید بالخصوص اینی یک خیراتی برای افغانستان یا حکومت گذشته داده بودن اگر اینی تیاره ها را به سرمایه خود افغانستان گرفته میشد حال امریکا ایتو یک تصمیم گرفته نمیتونست. خو ای که پرمثال امریکا برای حکومت گذشته افغانستان گرفته بودن برای اردوی افغانستان گرفته بودن حالا پس از اقدام خودشان منصرف میشه و میگه که برای تو نمیتیم برای یا میتیم. لیکن در اینجا امریکا این موضوعات آقای حقانی شما پیشتر اشاره کردین که ارزشمند بودن کشورها به اقتصادشان هستن. حالا در حال حاضر که فشارها و تحریمها بالای افغانستان هر روز داره از جانب غرب بیشتر میشه، فکر میکنین افغانستان در مسیر بی‌ارزش شدن روان است؟ نه خیر، فقط برای امریکا. شاید بعد از یا یعنی بعد از یک چند وقت امارات اسلامی مشروعیت بیرونی یا بین‌المللی خود هم به دست بیاره و بعد از یا در تمام تقریبا قضیه های جهانی امارات اسلامی مطرح شود. قسمی که حال امریکا مطرح شده به خاطر از زمین که امارات اسلامی انشاءالله که بسیار زود شاید بتونه، چرا که تقریبا دیپلماسی سیاسی امارات اسلامی که هستر به یک وجه احسن پیش میشه که پیش میبره تا حال پیش برده شه به خاطر از زمین که ما شما ببینیم یعنی در هشت ماه یا در هشت و نیم یا نو ماه تقریبا به شمول امریکا که سفارتشان در این جواز است ما شما میبینیم ای که فرمسال خودشان دانشان بسته شده یا دانشان دختک فرمسال چیز نمیگه غیر مستقیم یک منافقت آمیز واری اعمال میکنه یا اقدامات میکنه. ای به معنای از یا هست که خودشان ملتفت به زیان نیست که چیزی که در قطر در دوحه صورت گرفته بودن با موافقه صورت برسیده در موافقه رسیده بودن دو جبه امارات اسلامی با یا فابن نیست و خودشان در اکثر جای فرمسال ما شما میبینیم که تختیا میکنه به خاطر از امیت تختیا حالا میخواد که فرمسال امارات را هم وادار بازیا بکنه که از موافقت نامه قطر یا دوحه چیز بکنه یعنی مخالفت ورزی بکنه بعد از یا تا یک بهانه دیگه برشان پیدا شوه تا دیگه اقدامات هم در مقابل افغانستان یا در مقابل حکومت امارات اسلامی را انجام بدهد. خب هیچگاه امریکا در یا کامیاب نخواهد شد به خاطر از امیا که ما شما هم میبینیم که امریکا خودشان تقریبا با نزول یا رکود اقتصادی روبرو هستن و دلارشان که فرمسال یک چیز بین المللی از یا هستن یا ملی امریکا هستن آنها هم تقریبا در اکثر کشورها اگر ما شما میبینیم در حالت رکود هست نزول هست لیکن امریکا میخواد که به این کارها را بالخصوص رقیب سیاسیشان که روسیه هستن امیا را بترسانه که اکثر تجهیزاتی که در افغانستان هستن یا در کشورهای نزدیک برده شده در وقت تحول روسیه را یک اخطار بده که فرمثال غیر مستقیم یک چلنج بده که ما اینی تجهیزات افغانستان که از شما هستن یا را گرفته میتونیم به کشورهای دیگه تسلیم میدیم. ممنون آقای دانش. تفاهم نامه دوحه به عنوان فرمول ساختاری تفاهم میان امارات اسلامی و آمریکا همیشه قلمداد شده و نگرانی های هم وجود داشته از منظر اینکه این تفاهم نامه نتانست عملی شود تا مرحله آخرش. سوال که حالا وجود داره او ای است که آیا فکر میکنین که هنوز هم مجال به ای وجود داره که این تفاهم نامه بتونه عملی شود؟
احمدی صاحب ببینین اقانی صاحب صحبتی که کرد دقیق است که تمام کشورها بر اساس منافع خود کار میکنند، اما ما یعنی شما امارت اسلامی چرا حربه را به دست به کشورها دادین که از این حربه بر ضد شما استفاده میشه؟ مثلا چه حربه؟ مثلا اینا هیچ وقت مدت 7 تا 8 ماهشان نتانستن یک مشروعیت ملی، حداقل یک نشست ملی که دلالت برای ازی بکنن که از ملت در مورد نظام خود نظر بخواه. در مدت 8 ماه اینا هیچ قانون ندارد، حکومتی است که هیچ قانون نتانستد، حقوق بشر، آزادی بیان، مکاتب دخترها. ما چرا امریکا بر ما بگه مکاتب دخترها را باز کنین؟ چرا اروپا بر ما بگه؟ ما شما که مسلمان هستیم میفهمیم که علم بر مرد و زن فرض است، و افغانستان آمیال ایتو نیست که به آمادن امارت اسلامی مسلمان شده باشد. افغانستان در طول تاریخ مسلمان بوده، 99.9% مردمش بنان اینا حربای است که ما به دست کشورها میدیم که امارت نباید کار را بکنه. یک در مورد تفاهم نامه دوحه، آقای احمدی تفاهم نامه دوحه که اضافه تر از 400 صفحه است، شما دیدین که یک چیز بسیار محدودش مطبوعاتی شد، دیگرش کلگی فقط امارت میفهمه و خلیلزاد و تانویست میفهمه و سیایی و پنتاگون، دیگرش نمیفهمند. اما از افغان و از صحبت ها چنین برداشت میشن که در تفاهم نامه دوحه اماده بود که انتقال قدرت باید به شکل مسالمت‌آمیز صورت بگیره، یعنی که نباید طالبا به زور قدرت رو بگیره. یک دوم، باید حکومت شکل مشارکتی ساخته شود، یعنی تمام اقشار سیاسی افغانستان در حکومت باید جایگاه داشته باشد، حکومت باید توسط یک گروه مشخص ساخته نشود، نظام افغانستان باید حفظ بشود، یعنی نمی اردو و نمی پلیس، حکومت تغییر بخورد، دولت باید حفظ بشود، در حالی که چنین چیزی نشد. به آزادی بیان، آزادی مطبوعات، حقوق زن، مکاتب، تعلیم و تربیه، اینا همه طالبان در اونجا تعهد کرده بوده که طبق روال معمول ادامه پیدا میکنه، کدام سکتگی در این بخش به وجود نمی آید. حالا طالبان میگه که ما خوب میخواستیم حکومت مسالمت آمیز تسلیم شو، اما اشرف غنی فرار کرد. اش فرار اشرف غنی زمینه به این مساعد شد که ما مجبور بودیم از طریق زور بیایم. خب این به فرض این قبول میکنیم، بله اشرف غنی فرار کرد، اشرف غنی به این مملکت خیانت کرد، نماند که امی به شکل مسالمت آمیز بیاید، یک حکومت مشروع ساخته شود، کل دنیا این را به رسمیت بشناسد. اما شما خو اینمی ساختار اردو، پلیس، اینا خو کلگی مجرمین نبودن. این اردو خو باید سرش پیسه ملت مصرف شده بود، بودجه مصرف شده بود. ببینین امیال برای حساب پیلوت ها طالب ها چقدر با مشکل روبرو هستن. اینا فعلا قوای هواییشان فلج هستن، دلیلش ایست که سر هر پیلوت چقدر سرمایه مصرف میشه. این خو نمیشه که این پیلوت آمریکایی بود، این پیلوت اشرف غنی بود، این پیلوت کرزی است. پیلوت مربوط نظام است، اردو مربوط نظام است، پلیس مربوط نظام است. ما در طول تاریخ نظام خود وابسته به سیاسیون دانستیم، وابسته به مفکوره های سیاسیون دانستیم. ما حتی آقای احمدی از اینمی پاکستان هم دست نمیگیریم که پاکستان 23 صدراعظم خود عوض میکنن، ولی در نظامش هیچ تغییری به وجود نمیاد. مشرف که میاد هم همین نظام است، شاباز شریف که میاد هم همین نظام است، عمران خان که میاد هم همین نظام است. ساختار حکومت به شکل وزیر و کابینه و اینا تغییر میکنه. ما افغان های بدبخت همیشه ریشه را بر ریشه خود میزنیم. ما همیشه نظام خود ما خراب کردیم، خود ما نظام خود بدبخت رو از بین بردیم. بسیار تشکر، بازم از شما می داشته باشم موضوعات را. آقای حقانی فرصت اندک است، می خواهیم بس جنبندی بکنم. آیا فکر می کنین که بنیاد تمامی مشکلات، حالا این که به نحو آمریکا بیت المال افغانستان چیزی که شما به اشاره کردین به نحو می بخشه، این که از عدم مشروعیت جهانی تمام مردم افغانستان از هر منظر متضرر شده، فکر میکنین دلیلش همی است که تا هنوز نتانستیم ساختارها، اهداف و مرام حکومت را تعریف بکنیم؟ احمدی سید محترم،
اول خویا که هیچگاه نه تنها امارت اسلامی بلکه هیچ افغان یا هیچ حکومتی گذشته و بعدی پر مثال که در تاریخ میه از بیت المال افغانستان تیر شده نمیتونه و بیت المال افغانستان برای کسی بخشیده نمیتونه. ذره ذره ایشان با هر کسی محاسبه میشه، چی همسایه ها باشه و چی امریکا باشه و چی در کل غرب باشه. لیکن یا که دانش صاحب گفتن یا ما اصلا تا حال سیستم یا ساختار حکمت ولی یا یار پر مثال تعریف نکردیم یا چی نمیکنیم، درکش نکردیم، نه خیر اتو نیستک. ما اگه ببینیم در فعلا که ما در افغانستان یک امارت اسلامی، یک حکومت به نام امارت اسلامی داریم، تقریبا در آنها هر چیز مراد شده و ساختار حکومتی هم از ساختاری که بر مثال در حکومت های گذشته بودن امیا هستن. ای که تفاوت ها در قوای بشری یا در نیروی بشری می بر مثال که آنها بر مثال منحل کردن اردو، پلیس و استخبارات و یا دیگه وزارتخانه ها باشن آنها نشده تقریبا، بلکه اصلا عاملشان یا هستن که ما یا بالخصوص امارت اسلامی، یعنی هر افغان به شمول ما شما که حالا در افغانستان زندگی میکنیم، خواستار از یا هستیم و در جستجوی از یا هستیم که حداقل ما به حکومت خود یک قسم مشوره بتیم یا خدمت بکنیم یا کار بکنیم تا حکومت خود به یک سلسله یا به مراتبی برسانیم که حداقل مشروعیت بیرونی را هم به دست بیاره. بالخصوص در یا اگر ما شما ببینیم دانش صاحب یک چیزی یادآوری کردن که ما گفهای از یارم قدشان موافق نیستم که فرم مثال حقوق بشر و مکاتب زنها و آزادی بیان و منحل اردو یا مشارکت ملی، تمام چیزها در افغانستان عملا ما میبینیم، عملا میبینیم. خو یک گف یا هسته که اصلا یک نقطه را ما اشاره میکنم که امریکا ترس از یاد داره که در افغانستان یک حکومت واقعی اسلامی قایم نشه. اگر یک حکومت واقعی اسلامی در افغانستان قائم شد، بعد از یا باز نه تنها غرب بلکه تمام کشورهایی که آنها در منطقه هستند یا در همسایگی ما شما افغانستان هستند یا در کشورهای اروپا و امریکا و غیره هستند، آنها ترس از یا می داشته باشد که نشه که در افغانستان کدام گروه های یعنی افراطی جای بگیره و بعد از یا سری آنها حمله بکنه. و فرمثال قسمی که تقریبا 2000 یعنی سال 2001 ایتو یک واقعه شدن یا فرمثال در اون وقتا، لیکن هیچگاه امریکا اینی تو باز هم نمیتونه که روی از یا را بگیره. چرا؟ اگر در افغانستان مثال وضعیت اقتصادی خوب باشه، وضعیت سیاسی خوب باشه، حکومتشان قوی باشه، به همان اندازه در افغانستان، نه تنها در افغانستان بلکه امنیت همسایه ها، منطقه و جهان نیز در امان خواهد باشه. لیکن امریکا به این چیزا میتونه که افغانستان را کمک اگر ضعیف بکنه، لیکن تا مدت زیاد نمیتونه. به خاطر از امیا که امریکا 100% قسمی که از افغانستان برآمدن، یک روز افغانستان را هم به رسمیت میشناسه و چیزایی که بیت المال افغانستان را حالا از ما میگیره و به یک کسی دیگه میتن یا حسای ما رو میگیره به کسای دیگه میتن، میخواد که فرض مثال دروجن برد را شدیدتر بکنه و پترول سر از یاب اندازه. هیچ گان نه در اوجا کامیاب میشه و نه مال ما رو خورده میتونه و نه هم حکومت افغانستان را ضعیف کرده میتونه. ممنون آقای دانش. از شما میخوایم برمون آخرین پرسش بپرسم، رای حل به نظرتان چی است؟ چه کارای باید شود که حداقل دیگر کشورها جرأتی را نکنن که از بیت المال افغانستان ببخشن؟ تا زمانی که آقای احمدی ما حب وطن پیدا نکنیم، تا زمانی که ما هم پذیری را پیدا نکنیم، هم دیگه خدا نپذیریم، تا زمانی که ما به نام افغان یکی دیگه خدا در آغوش نگیریم و افغانستان را ملکیت خود فکر نکنیم و هیچ وقت یک گروه نخواهد که سر تمام سرنوشت مردم افغانستان حاکمیت کنه و هیچگاه دیگرا در نظام جای نداشته باشد، تا زمانی که کار به اهل کار سپرده نشود، تا زمانی که نظام سازی صورت نگیره، تا زمانی که بر اساس تخصص ما بر نظام خود فکر نکنیم، نظام خود نسازیم، امکانی از این وجود نداره که ما از یوغ غلامی کشورهای دیگه نجات پیدا بکنیم. بسیار تشکر. سپاس. بله. بله. ممنون. سپاسگزار هستم آقای هاشم دانش، آگاه روابط بین الملل که از طریق خط اسکایپ از ترکیه با ما وصل بودین، و همچنین آقای محمد ناصر حقانی تحلیلگر مسائل نظامی اینجا در استودیو. و سپاس شما که بیننده خبرهای ساعت 8 بودید. خبرها در همین جا به پایان میرسد. خدا نگهدار. We'll be right back.